کمیسیون مشترک مجلس که با عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می‌کند، کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی که به طرح سیانت شناخته میشه و با هدف محدودسازی حداکثری اینترنت تهیه و تصویب شده رو بررسی کرده و کلیاتش رو تصویب کرد. هرچند کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته با شکایت از اختلال و کاهش محسوس سرعت اینترنت میگن اجرای این طرح عملاً آغاز شده. علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه، با ما همراه شده. آقای منافی، چقدر میشه گفت که این طرح به نوعی پوششی واسه چیزی که عملا داره اتفاق میفته و حالا راهکار قانونیش هم میخوان که تصویب بکنن، چون کاربران هفته هاست که از کاهش و پهنای باند و سرعت اینترنت حرف میزنن؟ درود بر شما. بله، همونطور که مشخصه این طرح بی سر و صدا اجرا شده و نکته مهمتر اینه که طرح صیانت یه بخشیش فیلترینگ هست، نقطه های تاریک خیلی بیشتری داره. الان طرح صیانت به فکر پیش زمینه ملی شدن اینترنت هست از طریق قطع ارتباطات با جریان آزاد اطلاعات و اینترنت ملی و همچنین احراز هویت کاربران. اونچه که مشخصه یکی از اهداف حاکمیت کنترل شهروندان هست که در بندهای طرح صیانت دیده میشه. شنود قانونی و احراز هویت، یکی از بندهای طرح موسوم به صیانت شنود قانونیه که اجازه داده شده کارگروه های راه اندازیشه که در موارد مورد نیاز شنود انجام بشه از کاربران و همچنین که هویت کاربران و حفظ اطلاعاتشون الزامی برشمرده شده. یعنی یه بخش کوچکش میتونیم فیلترینگ و مسدود کردن سرویس ها در نظر بگیریم. نقطه های تاریک بسیار بزرگتری داره، از جمله اینکه گذرگاه های اینترنت در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره که این به معنی اینه که از این به بعد نیروهای مسلح میتونن راجع به ترافیک اینترنت تصمیم گیری کنن که چقدر به چه میزان در اختیار چه کسهایی قرار داده شه. علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه، ممنونم از شما.